سلام و شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها در صفحه فیسبوک خود نوشت ادعی اساسا نام بردن از حقوق اقلیت های مذهبی دینی و اقوام را بر نمیتابند آقای یونسی در این حال گفته مشکلات اقتصادی و مسئله مشارکت در مدیریت زمانبر هستند و نیاز به صبر بیشتری دارند آقای یونسی پیشتر گفته بود آموزش زبان مادری در دستور کار است پیش از این برخی از اظهارات آقای یونسی از جمله سخنان وی درباره نماد شیر و خورشید واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس و برخی رسانه ها را به دنبال داشت. دو هفته پس از افشای گوشه ای از فسادهای هنگفت ستاد سوخت کشور منابع نزدیک به محافظ کاران فاش کردند محمد رویانیان در دوران بازداشتش اعترافات مهمی را علیه مقامات بلند پایی دولت سابق مطرح کرده است این خبر را سایت جهان نیوز مطرح کرده و افسوده رویانیان در اعتراف خود گفته است پول هایی که با این حجم جابجا میشد جا می شد با دستور آنها بوده است. به نظر می رسد اشاره وی از مقامات بلند پایی دولت سابق شخص احمدی نژاد باشد. هفته دوم اردیبهشت ما محمد رویانیان رئیس ستاد سوخت با حکم شبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضار و بازداشت، شد اتهام وی اختلاس و پولشویی عنوان شد خبر بازداشت او اما از سوی دستگاه قضایی پنهان نگاه داشته شد تا جایی که انتشار این خبر به توقیف روزنامه قانون انجامید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و از نزدیکان حسن روحانی در گفتگو با هفته‌نامه محافظه‌کار مثلث گفته حسن روحانی اطمینان داشت که علی خامنه ای در انتخابات سال 92 اجازه نخواهد داد در رأی مردم دست برده شود. به در این حال افزوده اراده تیم روحانی در انتخابات سال 92 متهم کردن نظام نبود و روحانی در صورت باخت نتیجه را میپذیرفت. در ادامه ماراتون مذاکرات 20 روزه ای ایران و پنج به علاوه یک وزیر امور خارجه ایران میگوید حدود 50 درصد با غرب توافق کرده ایم. در همین حال وزیر امور خارجه فرانسه میگوید در این خصوص روسیه مواضع متفاوتی با غرب اتخاذ کرده است دیپلمات های غربی اما گفتند طرف های مذاکره در کاهش اختلافات میان خود توفیقی به دست نیاوردند در ششمین روز از گفتگوهای هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک دور دیگری از این مذاکرات با حضور عباس عراخچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون در وین برگزار شد هدف از این گفتگوها نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه هسته یا همان برنامه اقدام مشترک است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر گفتگو کردند ظریف در پاسخ به این سال که هفت روز گذشته را چگونه ارزیابی می کند گفت به هر حال همه این دیدارها به نزدیک کردن مواضع کمک می کند اینکه من بخواهم بگویم در این مدت توانسته این مشکلات اساسی را رفع کنیم این اتفاق هنوز نیفتاده است اما بر روی متن همکارانم به ویژه معاونین دو طرف مذاکره کننده از طرف ما آقایان عراقچی و روانچی و از طرف مقابل خانم شمید کار قابل توجهی کردند. وی گفت من در پایان دور گذشته اظهار کردم که تعداد پرانتزها بیشتر از تعداد کلمات متن است اما الان می توانیم بگوییم که شاید نزدیک به 50 درصد متن مورد توافق باشد که البته این به آن معنا نیست که ما روی نقاط اختلافی به نتیجه رسیده ایم ظریف در پاسخ به این سوال که دوازده روز به پایان ضرب العجل باقی مانده است فکر می کند در این مدت بتوان به نتیجه رسید و همچنین اخبار حاکی از آن است که وزرای پنج و علاوه یک اواخر همین هفته در وین حاضر خواهند شد افزود من احساس می کنم که اگر وزرای خارجه تصمیم بگیرند به وین بیایند برای رسیدگی به موضوعات نهایی نیست بلکه برای این است که از آخرین تحولات اطلاع حاصل کنند. ظریف ادامه داد قبل از ورود آنها حتما مذاکرات بسیار فشرده ای خواهیم داشت و بعد از ترک وین از سوی آنها هم مذاکرات ادامه خواهد یافت تا اینکه نزدیک به روزهای آخر ببینیم کار ان الله به توافق میرسد یا اینکه نیاز از تصمیم دیگری گرفته شود در رویدادی دیگر هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز سهشنبه هفته تیر ماه درباره گمان زنی ها پیرامون تعداد سانتریفوش و میزان قنیسازی مورد نیاز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت نیاز ما برای یک فاصله زمانی مورد توافق یعنی هشت سال آینده برای تأمین سوخت سالانه نیروگاه ها بسیار بیشتر از این است تا بتوانیم پس از اتمام قرارداد با روسیه سوخت نیروگاه بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور اراک را تأمین کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سو مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین و تعریف نیاز غنیسازی است ادامه داد. نیاز غنیسازی را بر اساس تعداد ماشین های سانتریفوج تعریف نمی کنند بلکه بر اساس واحد آن یعنی سو تعریف می کنند. سالهی تصریح کرد بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو ما باید نیاز عملی کشور به غنیسازی را تعریف می کردیم که این نیاز برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور عراق حدوداً 190 هزار سوست. و درباره تعداد ماشین های سانتریفوج نیز گفت اینکه 190 هزار سو معادل ماشین سانتریفوژ خواهد بود بستگی به نوع ماشین های سانتریفوج دارد در خبری دیگر مرتبط با وین شش وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که در جریان مذاکرات هفته گذشته بر سر برنامه هسته جمهوری اسلامی روسیه موازه متفاوتی با غرب اتخاذ کرده است لوران فابیوس در نشست کمیته امور خارجی مجلس فرانسه اظهار داشت با وجود آنکه تاکنون گروه پنج به علاوه یک متفق القول بودند روزهای گذشته یک سری اختلافات راهبردی مشخصی میان نمایندگان روسیه و سایر اعضا رخ داده است ولی در روزهای گذشته یک سری اختلافات راهبردی مشخصی میان نمایندگان روسیه و سایر اعضا رخ داده است به گزارش خبرگزاری فرانسه و به مسائل مورد اختلاف میان طرفین اشاره نکرد ولی در عین حال گفت که ما خواهان تداوم یک پارچگی گروه پنج به علاوه یک هستیم آقای فابیوس همچنان اظهار داشت که هیچ یک از مسائل اصلی در گفتگوهای میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک مورد توافق قرار نگرفته است و ایالات متحده آمریکا از وزیران امور خارجه این گروه خواسته است تا به مذاکرات وین بپیوندند. مذاکراتی که از دوم ژوئیه در ژنو آغاز شد به منظور خاتمه دادن به بنبست اتمی جمهوری اسلامی و مکتوب کردن سند نهایی توافقنامه اقدام مشترک است که طی آن به طور خلاصه جمهوری اسلامی نسبت به تأمین نظر و کسب اعتماد جامعه بین الملل در مورد غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش اقدام عملی خواهد کرد و در مقابل جامعه بین الملل نسبت به برداشت تحریم‌های اقتصادی و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی عادی با جمهوری اسلامی گام برخواهد داشت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان او را دعوت به آرامش کرده است نتایج ابتدایی دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکایت از پیروزی اشرف غنی احمدزی در برابر عبدالله عبدالله دارد اما آقای عبدالله تاکید می کند که در این انتخابات تقلب شده و گفته اگر قطعه قطعه شود دولت تقلبی را نمیپذیرد پذیرد و گفته قصد دارد دولت خود را تشکیل دهد اما سخنگوی کاخ سفید هشدار داده این تصمیم باعث قطع کمک های مالی و امنیتی ایالات متحده به افغانستان خواهد شد جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز نهایی نشده است و نمیتوان نتیجه نهایی را پیش بینی کرد بر اساس گزارش ها کابل پایتخت افغانستان روز سهشنبه ناآرام بود در ادامه بحران در اسرائیل و غزه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داد برای هر سناریویی از جمله تهاجم زمینی آماده باشند در همین حال موشه الون وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای گفت ما برای جنگی علیه حماس آماده ایم که ظرف یکی دو روز تمام نخواهد شد ارتش اسرائیل عملیات جاری علیه نوار غزه را عملیات لبه دفاعی نامگذاری کرده است ارتش اسرائیل از پرتاب 131 راکت از نوار غزه به سوی این کشور خبر داده است کاخ سفید طی بیانیه‌ای پرتاب راکت به سوی اسرائیل را محکوم و از حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرد دور جدید تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها از ماه گذشته و در پی روبوده شدن سه نوجوان یهودی در کرانه بختری شدت گرفت. اسرائیل هماس را عامل این آدم ربایی و قتل می داند. مهدی الحافظ سخنگوی موقت پارلمان عراق از تشکیل جلسه پارلمان این کشور در یک شنبه هفته آینده خبر داد. اعضای پارلمان عراق قرار است درباره بحران در این کشور پس از حمله گروه تروریستی داعش و انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس جدید مجلس به توافق برسند. خبرگزاری آسود شتر پرس گزارش داد دولت عراق به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش کنترل یک مرکز بزرگ تسلیحات شیمیایی را در شمال غرب بغداد در دست گرفته است. به گفته مقام های عراقی در این مرکز 2500 راکت مجهز به عامل مرگبار سارین همراه با انواع دیگر تسلیحات شیمیایی نگهداری شود. علی الحکیم نماینده عراق در سازمان ملل متحد روز سهشنبه در نامه ای به بانکیمان دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته است که گروه تروریستی داعش در 21 خرداد ماه وارد این مرکز شده و به تسلیحات و تجهیزات موجود در آن دست یافته است در این نامه به طور مشخص تاکید شده است که گروه اسلامی داعش به انبارهای 13 و 41 دست یافته که طبق گزارش سال 2004 میلادی سازمان ملل متحد ماده شیمیایی سیانید سودیوم در آن نگهداری میشد از سیانید سودیوم در ساخت نوعی از عامل شیمیایی به نام تابون استفاده می شود گلوله های توپ حامل گاز خردل نیز در این انبارها نگهداری می شده است در همین حال و در پی افزایش فشارها بر رهبران سیاسی عراق جهت تشکیل یک دولت جدید پارلمان عراق خبر داد که تصمیم دارد اوایل هفته آینده تشکیل جلسه دهد به گزارش خبرگزاری آسو شتر پرس برنامه اولیه پارلمان عراق این بود که جلسات خود را پس از پنج هفته تعطیلی برگزار کند اما با افزایش انتقادها مهدی الحافظ رئیس مجلس عراق روز سهشنبه با انتشار بیانی گفت که پس از در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم بر این شد که جلسه بعدی به جای دوازدهم اوت روز یک شنبه آینده 22 دوم تیر ماه برگزار شود. رئیس مجلس عراق هشدار داد که هر گونه تأخیر در تشکیل یک دولت جدید امنیت عراق و دموکراسی را به خطر خواهد انداخت و رنج و مصیبت مردم عراق را بیشتر خواهد کرد. او همچنین از تمامی احزاب رقیب خواست تا به مسئولیتهای خود عمل کنند و با کنار گذاشتن اختلافات به جنگ تروریسم رفته و عراق را به مسیر دموکراسی بازگردانند. طی روزهای اخیر با ادامه پیش روی نیروهای دولت اسلامی عراق و شام داعش در مناطق مختلف عراق فشارها بر سیاستمداران عراقی برای تشکیل دولتی که بتواند با نیروهای داعش و گروه های مرتبط با آن مقابله کند افزایش یافته است نمایندگان پارلمان عراق هفته گذشته نخستین جلسه خود را از زمان انتخابات آوریل برگزار کردند اما در این جلسه موفق نشدند در مورد انتخاب رئیس جمهور نخست وزیر و رئیس جدید مجلس به توافق برسند اتلاف قانون به رهبری نوری المالکی توانست بیشترین کرسی های پارلمان را در انتخابات ماه آوریل در بین گروه های عراقی به خود اختصاص دهد. اما از زمان اوج گرفتن شورش داعش فشارهای داخلی و خارجی برای کنارگیری آقای المالکی از قدرت افزایش یافته است. منتقدان معتقدند که نوری المالکی نخست وزیر عراق گروه های را به اندازه کافی در حکومت مشارکت نداده است. به رغم درخواست گروه های سیاسی برای کنارگیری نوری المالکی، وی روز جمعه سیزه تیر ما گفت که از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پانزدهم تیر گفت که تهران به انتخاب مجلس عراق احترام می‌گذارد، حتی اگر نامزد آن شخصی غیر از المالکی باشد. وی در گفتگو با شبکه عرب زبان العالم تاکید کرد. اگر آقای المالکی به عنوان نخست وزیر معرفی شود و این توافق در داخل عراق حاصل شود ما از آن قویا حمایت می آیت الله علی سیستانی با نفوستنی مرجع تقلید شیعیان در عراق و جهان روز ششم تیر ماه از رهبران سیاسی عراق خواسته بود که برای تشکیل دولت جدید در این کشور با هم متحد شوند و تا روز سهشنبه رئیس جمهوری نخست وزیر و رئیس مجلس جدید را انتخاب کنند یک روز پیش از آن جان وزیر امور خارجه آمریکا نیز از عربستان سعودی اردن و امارات متحده عربی خواست تا عراق را به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کنند گفتنیست مخالفان سنی، شیعه و کرد نگران هستند که سار آقای المالکی برای ماندن در سمت خود عراق را به سمت تجزیه قومی و ای ببرد. آنها آقای المالکی را به سیاست های انحصار و فرقگرانه متهم می کنند و می گویند آقای المالکی مسئول وضعیت کلونی عراق است و صلاحیت نخست وزیری را ندارد. پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج در مورد وضعیت هجاب در ایران اقدام به کار تحقیقاتی کرده است. بر اساس این تحقیق، سی درصد از زنان ایران در وضعیت بدهجابی به سر میبرند حدود 62 درصد از مد پیروی می کنند و 41 درصد دارای حجاب برتر هستند. بر اساس این تحقیق 75 درصد از زنان به حجاب اسلامی اعتقاد دارند، 13 درصد فاقد نظر هستند و 12 درصد اعتقادی به حجاب ندارند. بسیج داشتن تجربه دوستی با جنس مخالف تمایل به دوستی با جنس مخالف قانون پذیری و رضایت از هویت فردی و همچنین غرب گرایی گرایش به فیلم های مبتزل استفاده از ماهواره و فیسبوک را از مهمترین عوامل سیاسی و فرهنگی موثر بر میزان بدهجابی زنان و دختران ایرانی دانسته است محمد محمدی گیلانی حاکم شهر و رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه در سن 86 سالگی در بیمارستان درگذشت به علت بیماری مدت ها بود که در بیمارستانی در تهران بستری بود گیلانی یکی از چهره های کلیدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود و در صدور احکام شدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی نقشی به سزا داشت از جمله او در سال 60 حکم اعدام پسران خود را به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق صادر و احکام آنان بلافاصله به اجرا گذاشته شد وی سه دوره نماینده مجلس خبرگان بود و در مجمع تشخیص مسلحت نظام و شورای نگهبان نیز عضویت داشت آقای گیلانی در سال 88 از سوی دولت احمدی نژاد موفق به دریافت نشان درجه یک عدالت شده بود در ادامه سیاست های سخت نظام جمهوری اسلامی علیه شهروندان دبیر کل انصار حزب الله از ادامه فعالیت گشت های سیار موتوری این گروه خبر داد در همین حال محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از قصور نیروی انتظامی در برخورد با بر روزخاران انتقاد کرد و گفته نظام اسلامی فقط مسئول رسیدگی به زواهر مردم نیست کارگروه سازماندهی مد و لباس کشور که از زیر مجموعه های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، هم داستان و هماهنگ با کمیسیون فرهنگی مجلس و نیروی انتظامی تهاجم سازماندهی شده تازه ای را علیه مزونهای مستقل شهروندی و نمایش غیرقانونی مد در خانه ها آغاز کرده است. این تلاش ها در جهت همسانسازی لباس ایرانیان مطابق با شعونات اسلامی شکل گرفته و عرصه های سیاست، هنر، ورزش و زندگی اجتماعی ایرانیان را در بر گیرد. در همین راستا حمید قبادی که به حکم علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد در بهمن ماه سال گذشته به ریاست کارگروه سازماندهی مد و لباس کشور منصوب شده خبر داد که وزارت ارشاد مزونها را به دو گروه مولد و غیر مولد تقسیم کرده مزونهای مولد مجوز فعالیت دارند مزونهای غیر مولد بدون مجوز ارشاد در زمینه تولید مد و لباس فعالیت می کنند به گفته رئیس کارگروه سازماندهی مد و لباس پس از رایزنی های وزارت ارشاد با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی زمینه فعالیت مزون ها در چارچوبی که وزارت ارشاد مقرر کرده گسترده تر شده است. حمید قبادی از مزون های غیرقانونی خواسته که برای ایجاد مؤسسه مد و لباس از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. او گفته است: قطعا اگر کسی از ما مجوز مؤسسه مد و لباس بگیرد میتواند از همه امکانات و فرصتها بر اساس ضوابط قانونی کشور استفاده کند. ما نیز توصیه می کنیم تمامی مزونداران به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. در رویدادی دیگر مرتبط با سخت گیری های مداوم حکومت بر مردم محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از قصور نیروی انتظامی در برخورد با روزخاران انتقاد کرده و گفته نظام اسلامی فقط مسئول رسیدگی به زواهر مردم نیست. آقای منتظری افسوده ما از قصور نیروی انتظامی در مورد عدم برخورد با تظاهر به روزخاری گلای مندیم. این روحانی محافظگار اضافه کرده تظاهر به روز خاری و سکوت در مقابل آن برای جامعه شیعی و ولایی ما غیرقابل قابل توجیه است و مسئولان در صورت قصور در برخورد با این پدیده باید جوابگو باشند. وی همچنین گفته فراموش نکنیم که در نظام اسلامی حکومت فقط مسئول بهداشت و نان مردم و رسیدگی به زواهر زندگی آنان نیست بلکه وظیفه توجه به زندگی معنوی آنان را نیز عهدهدار است. و در رویداد مرتبط دیگری هم عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله از ادامه فعالیت گشت های سیار موتوری این گروه خبر داد و گفت که فعالیت این گشت در راستای امر به معروف و نحی از منکر است به گزارش خبرگزاری ایسنا دبیر کل انصار حزب الله گفت این گشت ها فعالیتشان در حد لسانی است و تلاش دارند که بازدارنده باشند البته اگر جایی شاهد منکری سازماندهی شده و گونه باشیم کار فردی صورت نمیگیرد و با اتکاب مسئولان زیراب اقدام عملی انجام می شود. پیش از این سایت انصار حزب الله از فعالیت اولین گروه های گشت های موتوری امر معروف و نهی از منکر در پارک ها مراکز خرید و معابر از روز یکم تیر خبر داده بود. این سایت خبر داده بود که این گشت ها با قدرت ادامه پیدا می کند و به نقل از یکی از شرکت کنندگان نوشته بود که هر گونه قصد هنجار شکنانه با پاسخ سختی از سوی اللهی ها روبرو خواهد شد. عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار الله اعلام کرده که برای فعالیت این گشت ها نیازی به مجوز نیست و در عین حال گفته است این موضوعی نیست که دستگاه های قانونی از آن بیخبر باشند. روحانیون حاکم بر ایران سال هاست که از احکام اسلامی تفاصیل گسترده ارائه می کنند که برخی از این تفاصیل به زندگی خصوصی مردم نیز وارد شده است. حسن روحانی چندی پیش در انتقاد از این وضعیت گفته بود حکومت نمی با زور و شلاق مردم را به بهشت ببرد که این جمله با خشم گروهی از محافظ کاران تون رو مواجه شد. یک جوان ایرانی در میدان هفت تیر کوشید خود را از دکل مخابراتی به پایین بیاندازد و خودکشی کند این جوان پوششی پارچه‌ای به تن داشت که روی آن نوشته شده بود دروغ اختناق فقر این جوان در نهایت از خودکشی منصرف شد به گفته سازمان پزشکی قانونی آمار خودکشی در کشور در نه ماهه نخست سال 92 نسبت به سال 91 بیش از 14 درصد افزایش یافته است یک جوان ایرانی در میدان هفته تیر تهران سعی داشت خود را از دکل مخابراتی به پایین بیاندازد اما بعد از اقدام خود منصرف شد به گزارش خبرگزاری ایسنا این جوان هنگامی که نیروهای امدادی به او نزدیک شدند تهدید به پرتاب کردن خود کرده است بنابر تصاویری که از این حادثه منتشر شده این جوان کاور یا پوششی پارچه‌ای به تن داشت که روی آن نوشته شده بود دروغ اختناق فقر بنابر این گزارش ماموران اورژانس اجتماعی و نیروهای آتش نشانی به همراه تشک نجات در محل حاضر شده و پس از صحبت با جوان او را از بالای پل آبر پایین آورده و تحویل عوامل نیروی انتظامی حاضر در محل دادند. سایت تابناک در این باره نوشته این حادثه نه فقط موجب بروز انصداد مسیرهای منتهی به میدان هفتم تیر و ترافیک عظیم شد بلکه کارکنان و کارمندان شرکت‌های مشرف به میدان هفت تیر این حادثه را مانند سایر راهگذران حدود سه ساعت با اشتیاق تمام دنبال می‌کردند و ظاهرا ادارات مربوطه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود بر اساس داده های پزشکی قانونی آمار خودکشی تنها در نه ماه نخست سال 92 نسبت به سال 91 بیش از 14 درصد افزایش یافته است. هادی معتمدی روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران گفته که علت اصلی افزایش نرخ خودکشی در جوانان ایران سیاست های غلط جمعیتی در گذشته بدون توجه به نیازهای این قشر است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور استان ایلام همچنان بالاترین میزان خودکشی در ایران را دارد و پس از آن لورستان، خوزستان، کرمانشاه، گلستان و کوهگیلویه و بوی رحمت از دیگر استانهایی هستند که بیشترین میزان خودکشی در آنها رخ داده است. در این گزارش آمده که نکته جالب توجه در این آمار فراوانی خودکشی در بین گروه سنی 18 تا 24 سال است که میتواند زنگ خطری برای جامعه ایران باشد. بنابر این گزارش آنطور که هادی متمدی روانپزشک گفته است عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری، محرومیت، ناامنی شغلی و عوامل اجتماعی نظیر افزایش جمعیت، مهاجرت، جنگ، تبعیض، بیسوادی و موزلهای مربوط به ازدواج از جمله عوامل مهم در بروز بی‌ثباتی‌های روانی و اقدامهای مانند خودکشی هستند. آمار خودکشی در سالهای اخیر در ایران مرتب بالا رفته است. علیرغم اینکه این که هر از چندگاهی سازمان پزشکی قانونی آماری را از خودکشی در کشور اعلام می کند اما کارشناسان می گویند این آمار دقیق نیست و تعداد بسیار بیش از آن چیزی است که این نهاد دولتی اعلام می کند. بر اساس تحقیقی که درباره خودکشی انجام شده، تنها در فاصله سالهای 77 تا 83 خودکشی دومین علت مرگ پس از تصادفات میان دانشجویان در ایران بوده است. بهزاد نبوی بار دیگر به یک سال حبس تعذیری محکوم شد یکی از اتهامات وی در پرونده جدید شکایت از سردار مشوق اعلام شده است به گزارش وبسایت کلمه این عضو شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که پس از گذراندن محکومیت پنج سال حبس خود در پایان اردی بهشت ماه گذشته از زندان آزاد شده بود بلافاصله پس از آزادی با پرونده سازی دیگری از سوی سپاه روبرو شد که به صدور یک سال حبس تعذیری از سوی قاضی مقیس منجر شد. شد. این حکم به ده میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است در پی یک درگیری مسلحانه در حومه احواز دو نفر کشته و هفت نفر مجروح شدند این حادثه در پی دعوای دو کودک بر سر دمپایی رخ داده است ماه پیش نیز در جریان یک اختلاف ملکی در رامهرمس هفت نفر کشته شدند اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر پانزده هزار پرونده در پیوند با جرائم خشن در آگاهی وجود دارد به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل احمدی مقدم ضمن طرح شماره پرونده جرایم خشن گفت که از این میان عاملان 80 درصد پرونده های جرایم خشن بین 7 تا 14 روز کشف می شوند. این مقام مسعود درباره مجرمانی که برای رفتن به زندان برنامه ریزی می کنند گفت مجرمان پورو و حرفه در کشور داریم که باید فکری به حال این افراد شود چرا که این افراد اگر دستگیر نشوند و به زندان نروند روزگارشان نمی گذارد. این افراد کارشان این است که دستگیر شده و به زندان بروند و کشور باید فکری به حال این افراد بکند. چندی پیش حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در پنجمین همایش ملی آسیب پنهان به بالا رفتن آمار جرم و آسیب اجتماعی مختلف در سطح کشور اشاره کرده و گفته بود در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود به ازای هر صد هزار نفر در کشور 800 نفر وارد زندان می شوند که نگران کننده است. در همین حال روزنامه کیهان از وقوع یک درگیری مسلحانه در کوت عبدالله یکی از منطقه های قدیمی در جنوب غربی اهواز خبر داده است. کوت عبدالله از پر جمعیت ترین مناطق عرب نشین حومه مرکز استان خوزستان محسوب می شود و تا سال 91 در محدوده شهرداری منطقه پنج اهواز قرار داشت. مطابق گزارش ها درگیری مسلحانه در این منطقه صبح روز شنبه رخ داده است. در زمستان 1391 به تصویب هیئت دولت وقت کوتا عبدالله با چند روستای دیگر ادغام شد و شهرستان کارون نام گرفت. روزنامه کیهان به نقل از یک شاهد عینی درباره علت وقوع این حادثه نوشت جمعه شب در حاشیه مراسمی که در کوت عبدالله برگزار شد دو کودک حاضر در این مراسم بر مالکیت دمپایی با هم درگیر شدند به گفته این شاهد عینی درگیری بر سر دامپایی جمعه شب بالا گرفت و در ادامه این نزا پدر یکی از دو کودک با به دست گرفتن سلاح کلاشینکوف به خانه طرف مقابل آمد. آنگونه که در گزارش کیهان آمده با شروع تیراندازی توسط پدر این کودک ادی از ساکنان محل به خیابان ریختند که دو نفر آنها بر اثر اصابت گلوله کشته و هفت نفر دیگر مجروح شدند. پایگاه خبری اصر احواز هم گزارش داد مراسمی که درگیری از آنجا آغاز شد در حسینیه سجادیه واقع در کوی مسلم کوته عبدالله برگزار شده و هر دو خانواده ای که با هم درگیر شدند از یک تایفه بودند خبر نزاع مسلحانه در کوتا عبدالله در بسیاری از رسانه های محلی خوزستان منعکس شده اما تاکنون اطلاعات دقیقی از جزئیات درگیری در دست نیست مطابق برخی گزارش ها زارب پس از تیراندازی خود را به پلیس معرفی کرده است. شماره دیگری از رسانه ها از دخالت نیروی انتظامی و دستگیری زارب خبر دادند. در ماه های گذشته درگیری های خشونت آمیز بر سر مسائل کم اهمیت قربانیان زیادی گرفته است. میانه خرداد ما حدود پنجاه نفر بر سر تخلیه نخاله ساختمانی در یک منطقه خاشیه تهران با چاقو و قمه به جان هم افتادند. اردی بهشت ماه امسال نیز عده زیادی در یکی دیگر از محله های جنوبی تهران بر سر جای پارک خودرو با چاقو و قمه با هم درگیر شدند. در این زد و خورد چند نفر به شدت زخمی و چهارده نفر بازداشت شدند. خبرگزاری فارس هم تیر ماه امسال از درگیری خونینی در رام هرمز گزارش داده بود که در جریان آن به خاطر اختلاف بر سر مالکیت یک ملک 62 متر مربعی هفت نفر جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش در نزاع مسلحانه که حدود یک ماه پیش در رام هرمز رخ داد دو نفر از قربانیان پس از برگبار بستن پنج نفر توسط پلیس کشته شدند. در همین حال و به دنبال افزایش نزاها در ایران مقامات جمهوری اسلامی از روحندازی کلینیک که خبر دادند. بهمن بهمنی مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ایران در این رابطه گفت نخستین کلینیک کنترل خشم پس از عید در یکی از مناطق شهر تهران راهاندازی می شود. به گزارش روزنامه اعتماد بهمنی گفته است این کلینیک ها به آموزش کنترل خشم میپردازند وی افزود خدمات ارائه شده در این کلینیک ها به آموزش عمومی و خدمات کلینیکی تقسیم می شود و آموزش های عمومی به صورت کارگاهی برگزار می شود و میزان پرداختی مراجعه کنندگان بسیار کم و در حد رایگان است. کارشناسان میگویند مردم به دلایل گوناگون دچار استرس هستند و مشکلات اقتصادی با تمام زیر هایش یعنی گرانی، بیکاری، زندگی چند شغلی برای تامین هزینه ها و موارد بسیاری دیگر به درگیری و دعوا در خیابان ها می انجامد. مسئولان سازمان پزشکی قانونی ایران چندی قبل گزارش دادند که آمار پرونده های ثبت شده برای نزا در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی 165365 مورد بوده است. کل آمار مربوط به سال 1391 برابر است با 617358 پرونده. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. همراه با همکارانم در گروه خبر شب روز خوبی را برایتان آرزو میکنم.